سلام بچه‌ها، به کانال World of Facts خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز برتیلس نهتایی از تاریخچه مخفی راسای بازی‌های ویدیویی آماده کردم. خیلی وقتا پشت چیزهای ساده‌ای که ما توی بازی‌ها می‌بینیم رازهای پیچیده‌ای قرار داره. اگه دوست دارید تاریخچه این رازها رو بدونید، تا آخر ویدیو همراه ما باشید. شماره 9، دلیل اینکه سانیک چرا نمیتونه شنا بکنه. احتمالاً همه شما با بازی سانیک ده هچاک آشنایی دارید، همون پلتفرمی محبوب سگا که توی اون شما کنترل یک خارپشت آبی رنگ رو به عهده دارید و با سرعت خیلی زیادی توی مراحل مختلف عبور میکنید. یه بخشی وجود داره که احتمالاً اعصاب شما رو خرد میکنه. من دارم در مورد بخشی صحبت میکنم که شما مجبور هستید برید زیر آب. توی این قسمت‌ها سانیک دیگه اون سرعت خودش رو نداره و باید اونا رو توی زمان مشخصی تموم بکنید، چرا که اگه این زمان تمام بشه نفس سانیک بالا میاد و در نتیجه اون میمیره. خب فکر میکنید دلیل این قضیه چی بوده؟ سازنده سانیک فکر میکرده که خارپشتان نمیتونن شنا بکنن و به همین دلیل این سیستم رو داخل بازی قرار داده بوده، که این نشون میده سازنده سانیک اونقدر از خارپشتا اطلاع نداشته، چرا که خودش میگه یه بار که وقتی به آلمان سفر کرده بوده یه خارپشت رو دیده که داره توی آب شنا میکنه و اینجا بوده که متوجه شده سالها پیش عجب اشتباهی کرده. شماره 8، دلیل آرت استایل منحصر به فرد اوکامی. اوکامی از جمله یکی از بهترین بازی‌های پلی‌استیشن 2 که امکان نداره شما اونو یک بار ببینید و دیگه از ذهنتون خارج بشه. ما با گیم پلی اونقدر کاری نداریم که فوق‌العاده است. داستان هم که حسابی به دل می‌شینه. مهمترین چیز مربوط به این بازی آرت استایلشه. شما هیچ عنوان دیگه‌ای پیدا نمی‌کنید که اینقدر زیبا از نقاشی سنتی ژاپنی برای خلق بازی‌های ویدیویی استفاده بکنه. اما فکر می‌کنید که دلیل این کار چیه؟ جالب بدونید که اون اول قرار بود اوکامی یک گرافیک CGI طور داشته باشه و خیلی واقعی تر باشه، اما از اونجایی که داشتن این بازی رو برای پلی‌استیشن 2 درست میکردن و خب سخت افزار پلی‌استیشن 2 تا یک حد مشخصی جواب میداد، مجبور شدن که طرح بازی رو عوض بکنن. و اون موقع بود که این ایده به ذهنشون رسید که از آرت استایل نقاشی های قدیمی ژاپنی استفاده بکنند. در واقع اگر سخت افزار کنسول پلی‌استیشن 2 یه ذره قوی تر بود، ما دیگه این آرت استایل فوق العاده بازی اوکامی رو نداشتیم. شماره 7، GTA چجوری به وجود اومد؟ خب از همون اول GTA یک فرانچایز خیلی گنده مثل الان نبود که همه اسم اون رو بشناسن و منتظر این باشن که نسخه جدید ترش بیاد. اون اولی که این بازی عرضه شده بود هیچ کس ازش اطلاع زیادی نداشت و خب جالب بدونید که اون سیستم جزا و دنبال کردن پلیس و ضربه زدن به ماشین شما کاملا اتفاقی به وجود اومده. در واقع بازی GTA کلن شانسی به وجود اومده. چطوری؟ این بازی قبل قرار بود که یک بازی خیلی ساده باشه، یعنی اینکه شما در نقش دوز هستید و بعد ماشین‌های پلیس دنبالتون میکنن، شما باید از دستشون فرار بکنید. اما زمانی که داشتن بازی رو تست میکردن یک باگ رخ میده و در نتیجه ماشین‌های پلیس نه تنها فقط دنبالتون میکردن، بلکه محکم میکوبیدن به شما و از مسیر خارجتون میکردن. این باگ باعث شد که سازنده‌ها به این فکر فرو برن که اوکی، بیایید بازی بسازیم که دقیقاً با همین محتوا باشه، و اینطوری بود که یکی از بهترین فرانچایزهای تاریخ کاملاً اتفاقی شانسی به دنیا آمد. شماره 6، چرا داستان بازی‌های دارک سولز و بلادبورن انقدر پیچیده و گمراه کننده است؟ خب دلیل اینا برمیگرده به مغز سازنده بازی. اما خب منظورم دقیقاً چیه؟ احتمالاً باید بدونید که بازی‌های سولزبورن توسط هیدتا میازاکی درست شده و اون از قصد داستان‌های اونا رو انقدر پیچیده درست کرده. حالا دلیلش چیه؟ زمانی که اون بچه تر بوده عاشق این بوده که کتاب‌های رمان پیچیده رو بخونه، کتاب‌هایی که با یک بار خوندنشون اصلا متوجه داستانش نمی‌شده. به همین دلیل قسمت‌هایی که نمی‌فهمید و میومد از تصورات خودش استفاده می‌کرد و داستان رو پیش می‌برد. اینطوری برای خودش یک داستان جدید خلق می‌کرد و خیلی هم از این قضیه لذت می‌برد. به همین دلیل وقتی که اون بزرگ شد و تصمیم گرفت یک بازی ویدیویی درست بکنه، می‌خواست که دقیقاً همون احساس بچگی رو به بقیه بده. به همین دلیل داستان بازی اونقدر گنگه که شما باید چند بار اونو بازی بکنید و خب یه جاهایی هم از خلاقیت و تصورات خودتون استفاده بکنید. شماره 5، بازی متال گیر چرا سبک مخفی‌کاری داره؟ خب وقتی که اسم متال گیر سالید بیاد، احتمالا شما یاد اولین نسخه پلی استیشن 1 میافتید که یکی از بهترین بازی‌های مخفی کاریه. اما جالبه بدونید که قبل از این بازی هم فرانچایز متال گیر سالید وجود داشت، فقط اسمش متال گیر بود و همچین کیفیتی داشت. این بازی هم توی دوره خودش یک بازی مخفی کاری به حساب می اومد که خب توی اون دوره خیلی خیلی عجیب بود و همه بازی‌ها اکشن بودن. در واقع سازنده بازی یعنی هیدو کوجیما اصلا قصد اینو نداشت که بیاد یک بازی مخفی کاری درست بکنه.
با ماموریت داده بودن یک بازی اکشن بسازه، چرا که اون دوره بازی‌های اکشن حسابی روی بورس بودن. اما به دلیل اینکه ظرفیت کنسول‌های اون دوره چیزی در حدود 128 کیلوبایت بود، اون نمیتونست دشمنای خیلی زیادی رو داخل بازی قرار بده. به همین دلیل به نظرش بازی اکشن با دشمنای کم خیلی خیلی ضایع بود. اینطوری بود که تصمیم می‌گرفت بگیره کلا بازی رو عوض بکنه و خب از دشمنای کمتر استفاده بکنه، اما سبک رو تبدیل بکنه به مخفی کاری. بازم ظرفیت سخت‌افزاری کنسول باعث شد تا ما بتونیم یکی از بهترین فرانچایزهای مخفی کاری تاریخ رو تجربه بکنیم. شماره 4. Assassin's Creed چجوری به وجود اومد؟ خب الان امکان نداره که شما گیمر باشید و Assassin's Creed رو نشناسید. یه بازی که زمانی واقعا مخفی کاری فوق‌العاده‌ای بود، اما الان تبدیل شده به یک RPG اکشن خیلی دوزاری. خب فکر می‌کنید این بازی چطوری به وجود اومده؟ باید بدونید که Assassin's Creed توسط یوبیسافت ساخته میشه و اونا صاحب یک فرانچایز معروف دیگه هم هستن به اسم شاهزاده ایرانی. سیستم پارکور توی شاهزاده ایرانی حسابی معروف بود، اما در اواسط سال 2005 یوبیسافت تصمیم گرفت یک بازی جدید شاهزاده ایرانی درست بکنه که خب یکم داستانش با بقیه فرق بکنه. توی این بازی شاهزاده میتونست دزدی بکنه و افراد مختلف رو به قتل برسونه. بعد از اینکه داستان جلوتر پیش رفت، همه فهمیدن که اوکی این کارا اونقدر با شخصیت شاهزاده همخونی نداره، اون دوز نیست و قتلم انجام نمیده. به همین دلیل بود که تصمیم گرفتن یک بازی کاملا جدید درست بکنن و اینطوری بود که یکی از معروفترین فرانچایز ها یعنی Assassin's Creed به وجود اومد. شماره 3. اسم فاینال فانتزی از کجا میاد؟ فاینال فانتزی قطعا یکی از معروف‌ترین بازی‌های جی آر پی جی به حساب میاد که مطمئنم خیلی از شما تا حالا نسخه‌ای از اون رو تجربه نکردید. اما یه نکته خیلی باحالی در مورد این بازی وجود داره، اونم اسمشه، فاینال فانتزی. میدونید به فارسی یعنی چی؟ یعنی آخرین فانتزی. چرا باید توی اسم فرانچایز که بیشتر از 19 تا نسخه داره آخرین وجود داشته باشه؟ خب دلیلش خیلی خیلی باحاله. زمانی که داشتن اولین بازی فاینال فانتزی رو درست میکردن، اوضاع کمپانی سازنده یعنی اسکوئر انیکس اونقدر جذاب نبود و در واقع این قرار بود آخرین بازی اونا باشه، چرا که بازی قبلیشون اصلا به موفقیت تجاری دست پیدا نمیکرد. از اونجایی که این آخرین پروژهشون بود، اسمشو گذاشتن فاینال فانتزی یا آخرین فانتزی. در کمال تعجب این بازی حسابی میترکونه و خب کمپانی اونا منحل نمیشه، بلکه بودجه بیشتری هم به دست میاره و اونا تصمیم میگیرن ادامه این فرانچایز درست بکنن و از همون اسم استفاده بکنند. شماره 2. ایده بانفایر توی بازی دارک سولز از کجا اومده؟ خب قطعا یکی از مهمترین ویژگی های بازی های دارک سولز مربوط به بانفایر میشه، یعنی همون شمشیرهایی که توی دل آتش هستن و شما باید روشنشون بکنید. در کنار بانفایر شما میتونید سیو بکنید و هلس و استستون رو هم پر بکنید. خب حالا فکر میکنید این ایده از کجا آمده؟ این ایده از روی یکی از فیلم های معروف ژاپنی یعنی هفت سامورایی ساخته آکیرا کوروساوا گرفته شده. توی این فیلم جایی وجود داره که شما دقیقاً میتونید یک شمشیر بزرگ ژاپنی رو ببینید که توی آتش قرار داره و از اونجایی هم که میازاکی حسابی به فیلم‌های آکیرا کوروساوا علاقه داره، این ایده رو ازش الهام گرفته. حتی اگر دارک سولز بازی کرده باشید میدونید که یه باس وجود داره به اسم نیتو. این باس هم از روی یک صحنه فیلم هفت سامورایی گرفته شده، جایی که شما کلی جسد رو میبینید که روی همدیگه تلمبار شدند. شماره 1. گیم پلی دیویل میکرای چجوری به وجود اومد؟ یکی از باحال‌ترین بخش‌های گیم پلی دیویل میکرای مربوط به جایی میشه که شما وقتی دارید با دشمنان میجنگید، اونا رو پرت میکنید هوا، کاراکترتون میره روی هوا و همینطور بهشون ضربه میزنه. این گیم پلی خیلی خیلی جذابه و حس خوبی بهتون میده. اما جالبه بدونید که کاملا تصادفی به وجود اومده. برای اینکه بهتون توضیح بدم باید بریم سراغ یکی دیگه از بازی‌های قدیمی که فکر می‌کنم بعضیا باید اونا انجام داده باشن. منظورم آنیمیوشاست. توی بازی آنیمیوشا 1 وقتی که داشتن گیم پلی تست می‌گرفتن، متوجه شدن که یک باگ رخ داده و زمانی که شما یک دشمن رو به هوا پرت می‌کنید تا زمانی که بهش ضربه می‌زنید اون روی هوا باقی می‌مونه. سازنده‌ها تصمیم می‌گیرن این باگ رو از توی بازی آنیمیوشا حذف بکنن، اما ایده به نظرشون جذاب اومد. به همین دلیل یک آی پی جدید درست کردن به اسم دیویل میکرای و از این ایده توش استفاده کردن. خب بچه ها، این از ویدیو امروز ما. امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. شما هم نمونه مشابه دیگه میشناسید؟ اگر توی کامنت بهش اشاره بکنید. در هر حال اگر با این ویدیو حال کردید لایک و سابسکرایب فراموش نشه. آرزو میکنم روز خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد خدا نگهدار.